سلام عرض ارادت با محضر جنرال و قماندان بزرگ سپهسالار لشکر سید الشهدا عباس ابن علی ابن ابی طالب. عامر صاحب، همانطور که مستحضر هستید، هر سال رنجش خاطری در بین محبین افغانستانیتان به وجود می آید. در ایام ماضی به کلانهای کشور خود رجوع کردیم، اما فرجی حاصل نشد. کمکارتر از شما نزد بیادرتان نیافتیم. بران شدیم تا نامه‌ای برای جنابتان نوشته کنیم و حضرت عالی را از احوال خودمان آگاه سازیم که صد البته شما عالم به غیب هستید و از حال دلمان آگاه، ولی از باب شکایت به محضرتان این نامه را به خدمتتان روان میکنیم تا حجت بر همه تمام شود که فردا روز نگویند که ما خبر نداشتیم و نمیدانستیم و نمیشد و از این حرفا. آقا صاحب، مشکل ما ایست کربلا نرفتن، بین الحرمین ندیدن، حرم خودتان را نظر نکدن، حیوان طلای پدر جانتان را سیل نکدن، کاظمین و سامرا و مشایه و کل دنیا به حرمتان پای میگذارن الا ما. خب حق بدهید که به بقیه شیعان حسادت که نه، ولی قبطه بخوریم، سل کنیم، انگشت حسرت بجویم. الغرض خواستم بگویم که حساب و کتاب هر کسی که میتوانست و نکرد و هر که در این هم اخلال وارد کرد با شماست. تمنا میکنیم که در این مورد اغماز و چشم پوشی نفرمایید که دل شیعان افغانستانیتان خون است. شما گفتیم چون میدانید وقتی برای کار شوق داشته باشی، قولش را به کسی داده باشی و نتوانی آن را به سرانجام برسانی، چقدر آبروی آدم به خطر میفتد. ما هم بارها پشت مرز عراق آمدیم و قول کربلا رفتن را به خانواده های من دادیم، ولی ناامید به دیارمون برگشت. خلاصه که مهل قاجان، دلمون تنگ آمده، شیشه قلبمون زیر سنگ آمده. از طرف مردم شریف افغانستان و سردار سرفراز و رشید اسلام، عامر صاحب عباس ابن علی ابن ابی طالب، سفر 1445 هجری قمری.